چاو توتی، سلام به همگی دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان امروز میخوام در رابطه با پرپوزیسیونی پر لا فرکوئنزا در زبان ایتالیایی صحبت بکنم. پرپوزیسیونی پر لا فرکوئنزا یا همون پرپوزیشن آف د فرکوئنسی صحبت بکنم که فارسیش میشه همون حروف اضافه برای یک سری فعل ها، یک سری عمل هایی که به صورت تکرار همیشه انجام میشن، یا حالا عادت شده به صورت از رو عادت انجامشون میدیم یا کلا انجامشون میدیم دیگه. در هر صورت فریکونسی دارن، تکرار میشن. خب این ایتالیانو quando vogliamo indicare la frequenza di un'azione usiamo a più articolo insieme. در زبان ایتالیایی دوستان هر وقت که بخوایم فرکانسی یا تکرار یک فعل، یک عمل رو بخوایم نشون بدیم، میایم از پرپوزیسیونه یا حرف اضافه آ به اضافه آرتیکل یا آرتیکولوی کلمه بعدی به صورت با همدیگه، به صورت insieme together استفاده میکنیم. پس چی شد؟ a più l'articolo preposizione a به اضافه آرتیکل یا همون حرف تعریف کلمه‌ای که میاد بعدش قرار میگیره. حالا بریم از طریق چند تا مثال بیشتر توضیح بدیم که برامون روشن‌تر بشه که منظورم دقیقاً چیه. Per esempio, مثل همیشه مثال، به عنوان مثال دوستان میخوام بگم که من توی هفته دو بار ایتالیایی میخونم. این ایتالیایی خوندن من تکرار داره دیگه، تو هفته دو بار ایتالیایی میخونم. پس ایتالیایی خوندن من یک اکسیونه، یک فعلی هستش که فریکوئنسا داره، تکرار داره، دو بار ایتالیایی میخونم. حالا چجوری باید اینو در زبان ایتالیایی بگم؟ میگم که استودیو ایتالیانو دو ولته الا ستیمانا. استودیو ایتالیانو due volte alla settimana. دقت کردین چجوری شد؟ همونطور که گفته بودم برای که بخوایم در زبان ایتالیایی تکرار یک فعل رو نشون بدیم، فرکانسای یک فعل رو، یک اکشن رو نشون بدیم، باید بیایم از پرپوزیسیونه یا حرف اضافه a plus آرتیکل اون کلمه بعد استفاده کنیم. خب اومدیم a رو که آوردیم، alla settimana آ که اومده، حالا اینجا تکلیف لاش چی هستش؟ ستیمانا یک اسمی هستش که از لحاظ جنره، جنسیت، فمینیله هستش، مؤنث هستش دوستان، و سینگولار هم هستش، مفرد هستش، پس میشه لا ستیمانا دیگه، لا ستیمانا. حالا این پرپوزیسیونه یا حرف اضافه آ که اومده به اضافه این آرتیکولو یا حرف تعریف لا شده، با هم دیگه به چه صورت در اومدن؟ به صورت الا ستیمانا. پس حرف اضافه او یا پرپوزیشن ا اومده به اضافه لا ستیمانا شده، شده الا ستیمانا. دقت کنید دوستان، و برای اینکه اشتباه نکنیم حتما 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 باید از آرتیکولو یا حرف تعریف درست دوستان استفاده کنیم، یعنی بدونیم که ستیمانا چی هستش، جنرش، جنسیتش فمینیله هستش، مؤنث هستش، خب سینگولار هم که هستش، حرف تعریفش یا آرتیکولوش چی میشه؟ میشه لا دیگه، لا ستیمانا. خب پس می‌دونیم که باید بیایم اون آه پریپوزیشن رو به اضافه لا بکنیم که با هم دیگه میشن الا ستیمانا. استودیو ایتالیانو دو ولته الا ستیمانا. دقت کنید دوستان. مثال بعدی میخوام بگم که در هفته سه بار
پاستا میخورم. ببینید سه بار پاستا میخورم. این پاستا خوردن من یک اکسیونه، یک فعلی هستش که تکرار میشه، فریکونسا داره. خب اینو بخوام به ایتالیایی بگم چجوری باید بگم که تو هفته دیگه سه بار پاستا میخورم؟ میگم که منجو لا پاستا تره volte alla settimana. دقیقاً alla settimana. چرا؟ چون قرار شدش که بیایم از حرف تری، ببخشید حرف اضافه یا پرپوزیسیونه a più آرتیکولوی اون کلمه‌ای که بعدش قرار میگیره استفاده کنیم دیگه. خب کلمه بعدیمون اینجا دوباره همون ستیمانا هستش که مؤنث هستش، سینگولار هستش، حرف تعریفش میشه لا، لا ستیمانا. خب این آه، این پرپوزیسیونه اومده به اضافه لا شده، شده الا، شده الا ستیمانا، شده منجو لا پاستا تره ولته الا ستیمانا. دقت کنید دوستان که حتما 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 از آرتیکل یا هم آرتیکولوی صحیح استفاده کنید. احیانا اگر یادتون رفته برید یه سر بزنید به اون مبحث همون آرتیکولو این دترمیناتیو و دترمیناتیوی که قبلا براتون توضیح دادم که یادتون بیاد که دچار اشتباه نشید اینجا. حالا میخوام بگم که در ماه سه بار ورزش میکنم. در ماه سه بار ورزش میکنم. چجوری باید بگم این ورزش کردن من فریکونسا داره، تکرار داره. سه بار ورزش میکنم. چجوری باید بگم؟ میگم که فاچو سپورت تره ولته. چجوری میشه؟ المیزه. فاچو سپورت تره ولته المیزه. دقت کنید شده المیزه. آه پریپوزیسیونمون یا همون حرف اضافمون که هستش که اومده قشنگ سر جاش نشسته. حالا میزه چی هستش؟ میزه یک اسم هستش که به معنی ماه، جنرش جنسیتش مسکیله یا مذکر هستش، نمرش هم که مفرد هستش. پس چی میشه؟ میشه المیزه دیگه، یعنی یک ماه. ایل میزه. خب حالا این پرپوزیسیونه ا وقتی که بیاد به اضافه ایل میزه بشه میشه ال. پس ا با ایل وقتی که با هم بچسبن میکس بشن میشه ال. شد فاچو سپورت تره ولته ال میزه. یعنی در ماه سه بار ورزش میکنم. دوباره تکرار میکنم، حتما 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 سعی کنید که آرتیکل ها رو خوب بلد باشید، آرتیکل ها رو خوب بلد باشید که درست به کار ببرید. پس شد المیزه. در ماه سه بار ورزش میکنم. مثال بعدی میخوام بگم که دندونامو تو روز سه بار میشورم. این دندون شستن من یک اکسیونه، یک فعل فریکونسا دار هستش، یعنی تکرار میشه. حالا یا عادت کردم یا حالا کلا انجام میدم، سه بار تو روز انجام میدم. حالا اینو چجوری باید ایتالیایی بگم که تو روز سه بار دندونم میشورم؟ میشه میلاو ایدنتی تره ولته آل جورنو. میلاو ایدنتی تره volte al giorno، یعنی سه بار دندونامو میشورم. چطور شد دوستان؟ چرا شد al giorno؟ ای که همون ای پرپوزیسیونه یا حرف اضافمون هستش که قرار شد به اضافه آرتیکولو باشه. آرتیکولوی giorno چی هستش؟ giorno یک اسمی هستش که به معنی روز هستش، جنسیتش مسکیله هستش، مذکر هستش، نمرش هم که مفرد هستش، میشد il giorno دیگه. حالا این آه به اضافه il بشه میشه al، مثل بالایه al giorno. شده میلاو ایدنتی تره ولته al giorno. سه بار توی روز دندونامو میشورم. لاو به معنی میشورم هستش، لاواره به معنی شستن هستش که اینجا به فاعل اول شخص مفرد صرف شده، یعنی من میشورم، شده لاو. میلاو
i denti dandunha رو tre volte al giorno. پس دقت کنید دوستان، بازم میگم از آرتیکل‌های درست استفاده بکنید. حالا میخوام بگم که در سال حالا 4 بار میرم سینما، فرقی نمیکنه 4 بار، 5 بار، 10 بار، هر چند باری که میخوایم بریم و میخوام اینو به صورت به زبان ایتالیایی بگم و یک اکسیونه، یک فعلی هستش که به صورت تکرار هستش، انجامش میدم، برام یک هابیت هستش. اوکی، چجوری میتونم بگم در سال 4 بار میرم سینما؟ میگم که وادو آل سینما 4 volte. چی؟ 4 volte all'anno. all'anno، دوستان دقت کنید، شده all'anno. آیا که اومده سر جاش نشسته پریپوزیشن یا پریپوزیسیونه آ، حرف اضافه آ که اومده سر جاش نشسته، بعد اومده به اضافه لانو شده. چرا؟ آنو یک اسمی هستش که معنیش به معنی سال هستش، جنرش جنسیتش مسکیله هست، مذکر هستش، و اینکه با یک حرف صدادار، با یک وکاله شروع شده، با آ شروع شده، به خاطر همینم آرتیکولش میشه لانو، اون اله که یا آپوستروف داره لانو، و با اون آه پریپوزیسیون آ میکس شدن، شده آلانو. شد وادو آل سینما 4 volte all'anno. all'anno، دقت کنید دوستان، این آرتیکل‌ها خیلی مهمه، من هی براتون تکرار میکنم، شاید خسته بشید ولی چون مهمه هی تکرارش میکنم که از آرتیکل صحیح استفاده کنیم. آنو اینجا یک اسمی هستش که مسکیله هستش، مذکر هستش، مفرد هستش و با یک حرف صدادار وکاله شروع شده، به خاطر همین هم آرتیکلش میشه لانو، اون ال آپوستروفه، اوکی؟ و با اون آیه پریپوزیسیونه میکس شدن، شده آلانو. 4 بار توی سال میرم سینما. انکه نونه نچساریو اوزار سمپره لا پارولا ولتا، همچنین نیازی نیستش که همیشه ما بیام این کلمه ولتا یا ولتا رو تو جملمون بگیم، دوست داشته باشیم میگیم، دوستان داشته باشیم نمیگیم، در هر صورت لازم نیستش بگیم. ولتا که میدین دوستان به معنی چی هستش؟ ولتا به معنی همون بار، وقت، زمان هستش، که اینجا خب بیشتر باید به معنی بار معنیش کنیم دیگه، مثلا چند بار، مثلا دو ولته، تره ولته، اونا ولتا، اوکی؟ خب حالا یه مثال بزنم که نیازی نیستش که حتما ولتا رو بیاریم. این که میخوام بگم که من تو روز یه دونه موز میخورم، میگم که منجو اونا بانانا آل جورنو. منجو اونا بانانا آل جورنو، دیگه نمیدم از ولتا استفاده کنم چون خیلی هم حالا واجب نیستش. توی روز یه بار موز میخورم دیگه. خب آل جورنو پریپوزیسیونه آمون که اومده، جورنو هم که آرتیکلش یا حرف تعریفش چی هستش؟ ایل هستش دیگه. جورنو چون مسکیله هستش، مذکر هستش، مفرد هم هستش، میشده ایل جورنو، با ا پریپوزیسیونه قاطی شده، شده آل. منجو اونا بانانا آل جورنو، تو روز یه دونه موز میخورم. حالا یه ریکپ میکنم، یک ریویو کوچولو میکنم. پس برای اینکه بخوایم فریکوئنسا یا تکرار یک فعل، یک اکسیونه رو نشون بدیم در زبان ایتالیایی، کافی هستش که بیم از پریپوزیسیونه یا حرف اضافه ا پیو یا به اضافه لارتیکولو یا آرتیکل فقط استفاده کنیم. مثلا اونا ولتا آل جورنو، یک بار در روز، که انگلیسیش هم میشه once a day. یا una volta al mese، یعنی یک بار در ماه، که انگلیسیش هم میشه once a month. یا una volta alla settimana، یک بار در هفته، که انگلیسیش هم میشه once a week، یک بار در هفته. یا میخوام بگم که
una volta all'anno. یک بار در سال که انگلیسیش هم میشه once a year. خب دوستان دقت کنین، چیزی که اینجا خیلی مهم هستش همون آرتیکل یا حرف تعریف کلمه‌ای هستش که قرار میگیره، که باید بدونیم که دقیقاً حرف تعریف چی هستش، درستش رو بذاریم. یه تمرین کوچولو بکنیم. میخوام بگم که توی هفته من دو بار ماهی میخورم. در هفته دو بار ماهی میخورم. پس این عمل ماهی خوردن من معلومه فریکونسا داره، تکرار داره. نمیخوام به ایتالیایی بگم، چجوری باید بگم؟ میخورم ماهی دو بار در هفته. میشه منجو ایل پشه دو ولته جای خالی ستیمانا. چی باید تو جا خالی بذارم؟ منجو ایل پشه دو ولته جای خالی ستیمانا، در هفته دو بار ماهی میخورم. دوستان ایل پشه به معنی ماهی هستش، منجو هم که یعنی میخورم. چی باید بذارم تو جا خالی؟ آرو که میدونیم، پرپوزیسیونه آرو که میدونیم، باید به اضافه چی میشد؟ به اضافه اون آرتیکولو میشد دیگه، اون حرف تعریف کلمه که بعد میشینه. کلمه که بعد میشینه اینجا چی هستش؟ ستیمانا هستش دیگه. ستیمانا چی هستش؟ ستیمانا یک اسم هستش که جنرش جنسیتش فمینیل هستش، مؤنث هستش، مفرد هم هستش. آرتیکولو چی میشه؟ میشد لا دیگه، لا ستیمانا. حالا اون آه بیاد با لاغاتی بشه چی میشه؟ میشه الا، الا ستیمانا. شد منجو ایل پشه دو ولته الا ستیمانا، یعنی در هفته دو بار ماهی میخورم. مثال بعدی، تمرین بعدیمون، میخوام بگم که تو روز یه بار میرم میدوام. تو طول روز یه بار میرم میدوام. این یه اکسیونه، یک فعلی هستش که همیشه انجامش میدم دیگه. هر روز میرم یه بار میدوام. خب اینو چجوری میتونم بگم؟ میشه فاچو جاگینگ اونا ولتا جای خالی جورنو. فاچو جاگینگ اونا ولتا جای خالی جورنو. فاچو که به معنی همون فاچو جاگینگ یعنی میدوام، اونا ولتا هم که یک بار، جای خالی جورنو. خب پرپوزیسیونه آ رو قرار میدیم. کلمه بعد ما چی هستش که باید آرتیکل درستش رو بیاریم؟ جورنو هستش. جورنو به معنی روز، جنسیتش مذکر، مسکل هستش، مفردم که هستش. چی میشد؟ میشد ایل جورنو دیگه. حالا این آه که بیاد به اضافه ایل بشه میشدن چی؟ میشد آل، آل. پس میشه فاچو جاگینگ اونا ولتا آل جورنو، یعنی تو روز یه بار میرم میدوام. خب دوستان دقت کنید، مثال آخر، تمرین آخر، میخوام بگم که در سال دو بار آشپزی میکنم. مثلا در سال دو بار آشپزی میکنم. این آشپزی کردن من خب یه تکرار هستش که تو سال دو بار انجامش میدم. اینو چجوری میتونم بگم؟ دقیقا اون پرپوزیسیونه یا حرف اضافه آ رو میومدیم پیو، یا به اضافه چی میکردیم؟ آرتیکل میکردیم. خب اون آرتیکله باید با توجه به کلمه‌ای که میاد قرار میگیره بعدش باشه، باید بیاریمش دیگه. خب اینجا کلمه بعد ما چی هستش؟ آنو در سال، آنو سال. آنو چی هستش؟ یک اسم هستش، جنرش یا جنسیتش مسکیل هستش، مذکر هستش، و و و با یک وکاله یا یه حرف صدادار آ شروع شده. پس میشه آرتیکلش میشه لانو، همون ال آپوستروفه میشه لانو. حالا اون ا پریپوزیسیونه بیاد به اضافه لانو بشه میشه چی؟ میشه آلانو، آلانو. میشه کوچینو دوه ولته آلانو، کوچینو دوه ولته آلانو، یعنی تو سال دوبار آشپزی میکنم دوستان. خب این هم از درس امروز. بازم تکرار میکنم، خیلی به آرتیکولو یا همون حرف تعریف کلمه بعد باید دوستان مسلط باشین که درست قرارش بدیم، اشتباه نکنیم. خب خیلی صحبت کردم،
امیدوارم که این ویدیو هم خیلی خسته کننده نباشه. اگرم تکرار میکنم دوستان ببخشید، چون خیلی تاکید دارم که به هر حال درست به کار ببریم دیگه. خب دوستای عزیزم، طبق معمول تا فردا که ویدیوی بعدیم رو بسازم، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید، حالا هر تایم که هستین، روز شب، تا فردا ادومانیم. چاو.